پاه مبارک آمده. برمین عزیز، خدمت شما هستم. از ادامه برنامه سفره نور انشاءالله که بینده باشین. اولین مهمانی که در برنامه امروز با خود داریم جناب آقای صاحب آقای جامی جمال جامی، یک تن از قنادان شهر هرات ما با شما هستن. خوشبختانه دعوت ما پذیرفتن. آقای صاحب در برنامه تشریف آوردن. آقای صاحب خیلی خوش اومدید. عرض سلام دارم خدمت شما. سلامت باشیم، زنده باشیم. من عرض سلام دارم خدمت شما. رزیم و خوشیم از این برنامه خوب شما و از تلویزیون اصلاح که خیلی خدمتگزار برای مسلمانان، برای مردم و خیلی برنامه‌های خوب و خوش داره. تشکر آقای صاحب، ممنون. اصلا میشه که با ما بگین از چه مدت میشه که مصروف قنادی؟ تقریبا از سند بگم 18-19 بودم، وقت پادشاهی داوودشاه بود، ولی از اون مدت ما همیت مصروف همی کار قنادی تاله هستیم. ولی ان شاء الله تماله به کسب موفق باشیم. جناب صاحب چرا قنادی را انتخاب کردین؟ معلومه که به شیرینی علاقه مند بودین. قنادی انتخاب کردیم که از پدر ما خدا بیامرزه قناد بدم. خب پدر ما قناد بدم، بازم بو شغل از اینا ما هم امیر شغل را ادامه دادیم. ولی خود شما چقدر علاقه مند به شیرینی؟ با شیرینی هم خیلی خوش دارم و مالکم خیلی زیاد شیرینی هم میخورم و شیرینه هم خوش دارم. کسب خوبی هم هست، کسب با برکتیه، کسب خوبیه به شرط که آدم از هر کاری که میکنه کوشش کنه که به تای کار آدم حرام گد نشه. خیلی کسب خوبیه. من میخوام با این پرسان کنم ایسه، ای که شما شیرینی با علاقه مندیم ای کسب یه قدر مدت با خود داشتیم، یا این که نه خب کسب شما شده بود پدرم داشتن یک کسب بعد این هم تعقیب کرده؟ شیرینی هم که هر کس شیرینی خوش داره. باز ما هم همه کسب که مصروف شدیم از این کسب خدا روزی و کار روزگار ما هم خدا از این کار برابر کرده و رزیم از این کسب هم رزیم. بسیار نیک. ایسه خاطری خوشی داشته باشیم از این مدتی که شما کسب داشتیم کار کردیم در این مدت چند سال بزین داریم؟ از خاطر خوشکو اگر بگیم همه خاطرهایی که از اون روزی که با این کار شروع کردم، اول از یک کیسه دو کیسه شکر میرفتم به بالای باسکل میآوردم، یک کیسه به بالای باسکل مینداختم از اون بای مرغون. وقت چی بود اگه اجی حکیم فیضان خدا بیامرزه از اونجا میستندم بالای باسکل رو میآوردم. باز نمایشم یک دو تا کارگرای دیگه بود، اینا رو به شو ما اینا شیرینی تیار میکردیم. از اونجا شروع کردیم. آره شکر نام خدا تمام کار ما خیلی زیاد پیشرفت کردیم. ولی از این خاطر خوش تا بالک زندگی ما بچرخیده، از این خانه هم برای ما بشده، زن و زندگی و همه چیز بشده. خیلی خاطر خوش داریم. انشالله که حتما با کسب خود خوب صادق بودین. انشالله صاحب همه چیز هستیم. بسید روی انصاف کم صحبت بکنیم. ما مبارک رمضان است، کسانی که علی کسبن و کارن، کسانی که معامله دارن، انصاف که همه وقت باید باشه. انشاءالله که انصاف خوب چیزیه، هم انصاف خوب چیزیه، هم به صاف صداقت به کار خیلی کار خوبیه. روز بروز کار آدم رونق پیدا میکنه و از این هم شکر به ما تا به ما اندازه که صداقت کردیم کار ما شکر تبالی رونق کرده، هیچ به مشکل نخوردیم، غزدار نشدیم و شکست نشدیم. دیگه زندگی ما تبالی به چرخیده برو ایستیت ما شکر به جای به واسطی از اینکه همی اندازه که به نظر خود ما صداقت کردم و رسلی کردم شکر بعد ندیدم. بسیار نیک. ایسه شما رو تر و تازه نگاه داشته شیرینی یا نه که خود شما طب خوشی دارین؟ شیرینی خوی اغزر تر و تازه آدم نگاه نمیداره. صداقت و ایمانداری و امر نه خدا رو کنم به جا کنه، او تقریبا آدم رو تازه نگاه میداره. تا به ما اندازه که خدا من تعالی ما رو توفیق داده کوشش کردن که امر خدا و نه رو ترک کنیم و به ذکر و فکر یاد خدا باشیم. انشاءالله که موفق باشین. این اتفاق افتاده که شما اعصاب شما ناراحت بوده باشه و ذهن شما مشغول بوده باشه، بعد یک مشتری به دکان آمده باشه، بعد به اساس همون برخورد مشتری شما خوشحال شده باشین؟ والا دکانداری میشه دیگه، ولی یا بعضی آدم های هسته کمی به سر چه نمیزونه، بعضی میگه جنس خوبه یا خرابه، یک وقتی آدم ناراحت هم میکنه دیگه. ولی ها دکانداریه، هر رقم آدم تا بشم 100 200 یا 500 دفعه به دکان تا بالا میشه. مشکلات خب بر کسب است. ولی ها بسیاری فعلا موادی که شیرینی میسازین هم از داخل ایران تهیه میشه، یعنی که از بیرون از کشور میارین؟ مواد خامی که هم از خارج دیگه، شکر ما از خارج، روغن از خارج، آرد که می از خارج، اینجا خو چیزی نداره، اون تو تولیدی بزینجه. مواد خامی هم از خارج میه. ولی
ایسه من میخوام بپرسم بکنم که این اتفاق هم افتاده که مشتری از شما جنس خرید باشه، جنس نمره داشته باشه، برده باشه، پولم نداده باشه. خیلی زیاد بله. اما لک امیر روزا بس چیکار کردیم دیگه؟ بیرون شدیم پشتی و بگیشتیم دیگه. سابق که گوش تلفون و گوشی ها نبود میرفتیم برادی. اولا که گوشی هم هسته، اگر چیزی ور میداره میباره، اگر زنگ میزنی گوشی خور ور میداره ور نمیداره، وقتا رد خورگم میکنه. همالی هم هسته بله. خیلی آدم های هسته. خوب آدم ها میای سودا میباره، یک چند دفعه نق میباره، یک دفعه که بزن روی خط نسیه دادی مرگم میشه. ولی هسته همالی هم خیلی زیاده. خب نه هدف این بود که فراموش کرده باشه، پول نداده باشه، دیگه شما همه هیچ آدرس از اون نداشته باشه. او تو بشده که ما فراموش کردیم، خود از دوبی آمده گفته همین حساب شما سر کردیم، من حساب خور بگیریم. ولی وقت زیاد شده. ولی خود نفر آمده، خود نفر آمده. ولی اگر به حساب خود نامده دیگه ما اگه میشناختیم پیدا کردیم، اگه نمیشناختیم گم شده دیگه. ولی آقا دیگه زیاد میشه میسینه. و آفرین بر اون مشتری که پس برمیگرده. یعنی خیلی زیاد جنس رو برده که ما نفهمیدیم. بیام بوده که حساب شما اقدر سوی کردیم شما، یا حساب ای بوجی شکر یا دشتمر به حساب نوردیم. خیلی زیاد شده که بیاوردم من. اکثر در دوران جوانی به کدام ورزش علاقه مند بودیم؟ اولا دورانی که ما بودیم که ایت دیگه ورزش ها نبود، اگه همی توپک بازی همی فوتبال بود، اگه همی تمعلی و داخل کوچه بازی میکردیم، یا همو یک وقتی به داخل اولنگا میرفتیم توپ و دمده میگفتم از این بازی میکردیم. ولی جوان که بودیم ها. خب همان ماشاءالله جوانیم. من میخوام پرسان بکنم ایسه، از چند سال به این طرف حتما شما رمضان دریافت کردیم و رمضان استقبال میکنیم. سوال های شده که رمضان برای شما بیشتر از امسال خوشایند بوده باشه، دلیلی رو ما بگین. یاری ما از اون وقتی که انشاءالله که روزه شده که بفهمیدون که روزه فرض خداونده، هیچ من روزه نخوردم. ولی امسال هم که روزه میگیرم تا بالی ما نفهمیدون هیچ تاثیر شکر برای ما نکرد. یعنی تشنگی و گشنگی که هست تاثیرات خورده یک ذر کمر زله کنه و خسته کنه و خیشو پیش کنم نیه انشاءالله. به دوکان شیشته بوده باشیم، فراموش کرده باشیم شیرین هم نوش جان کرده باشیم های روزه، اتفاق افتاده؟ نشده نه اولا نشده سنیم نشده نه و اگر بشه هم تخواب باز تقریبا خدای داخل تلویزیون چی نشه که 20 روز یا 15 روز که بروزه میمانم یک وقتی وزو میگیرم دم وزو گرفتن یک چکی او میخورم. یعنی 20 روز که روزه میمونه خیال میکنم روزه اصلا نمیکنم او بخورم. تمرین میکنه که تمام روزه ما باشه. من میگم هر روزه شده عمل جلیتر از فکر میکنم که روزه شده. من میخوام آخر پرسان بکنم این وضعیت کنونی هم تاثیرگذار بوده به کسب قنادی از حساب دغدغه می ویروس و قرنطینه. بله های مشکلات ها خوب به همه کسب ها تاثیرات خورداره و خصوص به کسب ما بکرده بود تاثیرات خورداره. ولی ها کم سوده ای و مشکلات ها خورداره و فعلا حالت نرماله دیگه. تقریبا یک چند روز 3-4-5 روز میشه کمی نرمال شده ولی بیتر شده بازار ها. او دستور العمل ریاست صحت عمر که حتما مد نظر داریم دیگه. بله ها هست دیگه دستور عمل خوب بیا زو باید مدام باشه به واسطه از اینکه صحت مسلمان های صحت مردم و صحت خود مانه باید باشه. بله ان شاء الله ان شاء الله که موفق باشیم. هستم تشکر که در برنامه تشریف آوردین. زنده باشید. و میخوایم برای کسانی که مانند شما ایرای خدمات دارند برای جامعه و برای مردم گفتنی توصیه داشته باشین در این ماه مبارک رمضان چقدر با مردم چگونه برخورد بکنن، از انصاف و اینا چقدر کار بگیرن اگر صحبت داشته باشی. دیگه به عموم مسلمان ها همین فعلا از وقتی که همین مریضی شده کمک برای مسلمان ها زیاد میکنن. مسلمان ها حمل هم هستن و تنها به زی وقت نیه که تنها ما روزه باشه، بعد مسلمان ها همگی به خصوص خود ما مدام الوقت برای مسلمان ها، برای همکار، برای مسلمان ها باشم، برای کسانی که غریب هم، کسانی که همسایه دارم، به خصوص اگه همسایه دارم از همسایه خود باید باخبر باشم که همسایه از این چیزی داره، خود از این چیزی میخوره، از همسایه خوب با خبر باشه، خصوص همسایه فستر و اگه قوم غریبی دارم باید با خبر باشه. او بهترین گزینه است دیگه. همسایه چون بیشتر میتونم بشناسم. بیشتر داره ولی. بله. ایشان تشکر که در برنامه تشریف آوردین. سلامت باشیم، زنده باشیم. از شما هم تشکر که ما رو بزین جیب خواستیم و با شما یک دکیف خود شما صحبت کردیم. تشکر از شما، بخیر باشین. ممنون از حاجی صاحب جامی که در برنامه تشریف آوردن. بنده عزیز یک میان برنامه کوتاه میگیریم، بعد از میان برنامه بخش بعدی برنامه با من همراه باشید.